با افتخار و احترام عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه تی وی پلاس. خیلی خوش اومدین به ریاکشن. ما امروز یه مهمون درجه یک ویژه و خبرساز داریم، سرکار خانم الهام صفوی زاده. افتخار دادن تشریف آوردن توی ریاکشن. سلام به شما، با ذکر نام خدا که اصلا سلام نام خداست، به همه دوستان بیننده که دوستشون داریم و عاشق اینن که ریاکشن ببینن دیگه. مردمان اینجا ایرانه، با کل دنیا فرق میکنه. امیدوارم هر کجایی که هستین دلتون شاد 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 باشه. به امید خدا ان شاء الله. ممکنه که امروز ما ریاکشن های متفاوتی از شما ببینیم و ممکنه که یه سری سوالایی بپرسیم که خیلی شاید عصبانیتون بکنه، ولی اینا حرفایی که از طرف مردمه و ما با شما مطرح میکنیم. کار خوب میکنیم. هیچ ربطی هم به ما نداره از همین اولش. اصلا من فکر میکنم ما و مردم یکی هستیم. دقیقا. یعنی به هر حال یه اوقاتی حتما شما دیدین که آدم، من تازگی خیلی تعجب میکنم چون اصلا باور نمیکنم که بعضی از کلامی که مردم حالا توی من پیج قبلیم که هک شد با پیج جدیدم، یه جایی اصلا میبستم کامنت ها رو، چون میدیدم واقعا به هر حال زن دختر میرن وارد این، بعضی ها عفت کلام ندارن، چقدر حرفای زش، اینو واقعا ایرانی هن؟ مردم ایران اینن؟ من باور نمیکنم. بنابراین خیلی جا کامنت هم میبستم، ولی الان اصلا کامنت هم باز گذاشتم چون فکر میکنم مردم باید حرف دلشون رو بزنن. ما اینجا این واسه اینکه خوندین کامنت های اخیر رو؟ بله. چیا خیلی مثلا ناراحتتون کرده؟ هیچی ناراحتم نمیکنه، برای اینکه فکر میکنم اون هر کسی حق داره هر جور که دوست داره فکر کنه و من حق ندارم اونو قضاوت بکنم، گرچه اون منو قضاوت میکنه هر جورم که دلش بخواد راجع من فکر میکنه. به من میگن که من به خاطر صدا و سیما که 7 سال الان یه برنامه ندارم، حتی یه فریم داخل صدا سیما، پولای آنچنانی میگیرم، حالا یه دفعه چادرم برداشتم. مگه من واسه صدا سیما چادر سرم کردم که خاطر صدا سیما چادرم بردارم؟ و من نمیدونم، حالا شما از من پرسید یا خودم بگم بهتون؟ من دونه دونه میپرسم. آره. شما تو همه این سالها که ما میشناسیمتون و در واقع روی آنتن بودین و مردم باهاتون اونس گرفتن، ما رو فریب دادین. من فریب دادم؟ پس یه چیزی بذار بهتون بگم، شما من داری فریب میدی، چون شما وقتی با من آشنا شدی. بله. که من 3-4 سال بود به خاطر اینکه یک زندگی مشترکی رو با یه عزیز دلی آغاز کرده بودم که خیلی دوستش داشتم و چون خانواده‌اش پوشیه میزدن، روبنده میزدن و خیلی سفت و سخت میگفتن، همسر سابق من که پدر دخترم باشه به من گفتش که برای ما خیلی افته، خیلی زشته که کسی با مانتو رو سری بشه. حتی مادر من که به عنوان یه چهره شاخص زمان گذشته است، همیشه پوشی مدرن و متفاوت، یک بار یه چادر سرش نکرد، ولی زمانی که میرفتیم خونه خانواده این آقا چادر سرش میکرد، میگفت اون خانواده عقیدهش حرمت داره و به اون ایده حرمت گذاشت. درست. من به خاطر عقیده اونا و به خاطر اینکه شوهر من، شوهر سابقم، احساس خوشایندی داشته باشه، همیشه چادر رو سرم میکردم جایی که خانوادهش بودن. و زمانی که قرار شد بیام توی تلویزیون برنامه اجرا کنم، گفت اگر اونها ببینن که تو بدون چادر برنامه اجرا میکنی برای من بده. درسته. و باز به خاطر ایشون من پوششم رو اون فرمی که اصلا بلد نبودم، با کلی تمرین سعی کردم چیزی رو که دوستش نداشتم ولی احترام بهش میذاشتم، به شدت محترم بود برام و بلد نبودم رو حفظ بکنم. برای من سخت بود ولی تمرین کردم و تونستم. و بعد که شما منو زمانی دیدین که حالا 3-4 سال بود دیگه سرم کرده بودم و یاد گرفته. درسته. بودم ادامه دادم و این ماجرا همچنان ادامه داشت. فکر میکردم که دیگه وقتی که من این رو سرم کردم، خارج از ایران، داخل ایران، هر فضایی که من رو میبینن اون بیننده باید من رو باور داشته باشه. درسته. کما اینکه خیلی اومدن به من گفتن استیجایی هستش که مثلا ما حاضرین 3 برابر به شما پول بدیم ولی چادر نباشه دیگه، شما که چادری نیستی، مادرت که چادری نبوده اینا. من گفتم نه، من برای اون مخاطب که منو اینجوری دیده احترام قائلم. تا زمانی که قرار باشه جلوی دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرم و برای مردم عزیزم با هر ایده‌ای که هستن حرف بزنم، احترام میذارم به اون چیزی که منو دیدن. حتی وقتی که شبکه جهانی جام جم تازه کارش رو شروع کرده بود، خیلی از همکارای ما که به شدت چادری بودن رفتن اونجا با بلوز و دامن هست فیلماش برنامه رو اجرا کردن و به من گفتم بابا همه اینجوری هم. گفتم من نمیکنم، اون کسی که میاد ایران برها من تو تلویزیون میبینه، میره از ایران میگه این اینجا اینجوریه، من خودم اگه هرچی باشم ولی به حرمت اون فضای تلویزیون اینو نگه میدارم. درسته. چون به نظرم کسی هم که از خارج میاد میبینه که توی ایران مانتوی داریم، چادری داریم، هر جور پوششی داریم. ولی من با وجودی که حدود 7 سال پیش دختر من 10 سالش بود
از همسرم جدا شدم، اگه همون موقع میخواستم این پوشش زیبا رو کنار بذارم، برای دختر من سوء تفاهم پیش میمد. ممکنه صحبت میکردن خانوادهش که ای دیدی فلان اینا. من دوست نداشتم، دوست داشتم اون درک کنه و به مادرش احترام بذاره و بدونه که تا زمانی که اون بره، الان یه دختر 17 ساله است، کاملا میتونه تصمیم بگیره. واقعا با زمان 17 سالگی من خیلی فرق داره دخترم و خیلی میفهمه. و اون با 17 سال سن به من گفت مامان خودت باش، اون چیزی که دوست داری. قبلا هم خودم بودم. این جمله خودت باش خیلی مثل اینکه بقیه رو آزار داده. آقا من خودم بودم از اول، ولی پوششم یه فرم دیگه بود. من چادرمو، فقط چادرمو گذاشتم کنار، مانتو رو سرمو ور نداشتم. کسی مجبورم نکرد، باد نبرد، طوفان نبرد، شن نبرد و توی فضای غیر اون چیزی که خودم خواستم تو صفحه اینستاگرامم منتشر نشد. خیلی ها هستن که ممکنه حالا این پوشش رو به هر دلیلی ده، دلیل شخصی غیرش، خودشون میدونن سرشون میکنن و یه جای دیگه جور دیگه ای دیده میشن. من تا امروزی که در واقع یکی دو روز پیش به خاطر تولدم که یه تولد دوباره شد برای من و این تصمیم رو گرفتم. چند وقت بود تو فکر این کار بودین؟ تقریبا یکی دو سال بود. یکی دو سال بود که و خیلی اقدام شجاعانه ای کردین. دقیقا روز تولدم این تصمیم گفتم من دیگه میخوام یه تولد تازه داشته باشم. چقدر من به همه چادری ها احترام ویژه میذارم، تمام قد جلوشون میستم، به تمام مانتویا، هر کی هر جوری که دوست داره من بهش احترام میذارم، چون عقیده اونه و اون آدم انتخاب میکنه. ولی تعجب میکنم چرا اونها به انتخاب من ایراد میگیرن و مثل شما منو قضاوت میکنن. آقای فرمانی شما منو قضاوت کردی، شما من گفتی منو گول زدی و من ناراحتم از این ماجرا. گفتم کامنت های مردم رو میگم. هیچ اشکال نداره کامنت های مردم، ولی ببین آقای فرهانی گوش بدین شما. من رفتم کامنت هاتون رو خوندم. مرسی که کامنت من خوندین. من اول فکر میکنم که بذار مردم حرفشون رو بزنن. بعضی اصلا با حرف بد زدن حالشون خوب میشه. درود بر شما، حالتون خوب باشه. توپ به توپ بازم بزنین کامنت من بازه. اذیت میشین تو اینجوری؟ اصلا اذیت. اگه قرار باشه که آدم با حرفی که من هر روز باید به نظر دیگران تغییر شکل، تغییر فرم. من 25 سال از زمانی که ازدواج کردم چادر رو سرم کردم و بعد از اون چند سال بعد اومدم تو تلویزیون. نه به خاطر صدا، مادر من کسی بوده که گوینده های بسیار زیادی رو ازشون تست گرفته و خیلی ها اعتبار مادر من رو خیلی بیشتر از چادر یا کسی سفارش کسی میدونن. فقط کافی بود به من میگفتش که برو تو اون برنامه. ولی روز اولی که من میخواستم مجری بشم گفتم مامان من هر جا برم خب میگن این دختر فلانی. میگفت ببین اگه قرار دختر فلانی تو باشی و بیا جلوی دوربین، تمام گوینده ها بعد دختر پسرشون گوینده میشدن. درسته. من یه چیزی میبینم تو تو، من دائم دارم تست میگیرم، من دائم دارم آدمای جدید رو وارد این مجموعه میکنم. میدونم که تو نشستنت، پاشدنت، حرف زدنت، فرمتت یه جوری هست که بلدی و میتونی از پسش بر بیای. برو تو این کار. حالا نمیدونم به لطف خدا یا هر چیزی که بود ما اومدیم رفتیم تو این کار و میدونید چیه خانم صفوی زاده، تو این چند سال اخیر یه سری اتفاقای افتاده که یه ذره مردم خیلی شوکه شدن از یه سری اتفاقا. مثلا خانم الهام چرخنده اومدن پوشش چادر رو انتخاب کردن بعد از سالها. آره، یا اون اتفاقی که واسه آزاد نامداری افتاد توی مثلا سوئیس. بازم به ما چه مربوطه؟ من اینو نمیفهمم. نه میدونم. ببین من الان مشکلم با، یعنی دائم نمیدونم شما پست جدید من، من دائم الان مشکلم با دوستام، مردم و هر قضاوت. آقا بس کنیم، به جای اینکه کلمون دائم توی زندگی دیگران باشه، به خودمون، رفتارمون، زندگیمون و هر اون چیزی که هست نگاه بکنیم. من حجاب به نظرم توی چشم آدمه، حجاب توی کلام آدمه، حجاب توی رفتار آدمه و این فرم یه پوششه. این اسمش حجاب نیست، من بهش میگم حجاب چادر. پوشش چادر خیلی قشنگه، پوشش مانتو خیلی قشنگ. مهم اینه که ما به چارچوب جامعهمون احترام بذاریم، کار خلاف شرع انجام ندیم. من کار خلاف شرع انجام دادم؟ نه، اینکه اصلا هم چیزی نیست. ولی داستان اینکه مردم سرک میکشن یا میان کامنت میذارن اینه که خب آدمای تو اشل شما که در واقع مطرحن، معروفن، سالها مردم دیدنشون. حالا این حرف شما. بله. مردم یا رفیقای ما که حساسن که کامنت میذارن. بله. من 7 ساله یه فریم نداشتم جلوی تلویزیون. کجا بودن این مردم؟ آیا سراغ گرفتن از من؟ همون رفیقامون، همون تهیه کننده‌ها. هیچ کی سراغ تو نیومد. همه سراغ زندگی. تنهای ولی تنها. حالا دقیقاً تو همین یکی دور زدم، همه دارن به من میگن آقا بیا با ما کار کن. جالبه نه؟ خیلی برام جالبه. پیش بینی می‌کردین این اتفاقا بیفته؟ اصلا من برای پیش بینی کسی کاری نمی‌کنم.
من یکی دو سال راجع به این موضوع فکر کردم و روز تولدم این کارو کردم. تصمیمو گرفتم. اصلا برام مهم نبود کسی خوشش بیاد، کسی بدش بیاد، چون کار خلاف شرعی انجام ندادم. به دلم رفتار کردم. نمیدونم تیرمایی ها رو میشناسین یا نه. کلا رو عقلشون تصمیم نمیگیرن، رو دلشون تصمیم میگیرن. تیرمایی هم. آره چندم؟ شرایط شما رو دارم. 21 تیر. عزیزم ان شاءالله که مبارک باشه. من 4 تیر تولدم، اول شناسم اول. و تیرمایان هم خودت میدونید هم حالت ماه روشون خیلی اثر داره، هم خیلی احساسین و خیلی مردم رو دوست دارم، حتی اونایی که به من فوش میدن، عاشق فوش دادنن. من یه جایی میدیدم که خب یه عده ای از دوستان عزیزی که پوشششون چادره و قابل احترامه، خیلی به من فوش میدادن که آقا این چادر رو وردار شما دارید، چون به من الان تو این یک دو روز دیدم واسه من بچه‌ها کامنت ها میذارن او مدل آرایشش عوض کرد. نه من قبل زمانی که چادر سرم میکنم آرایشم خیلی بیشتر از این بود، بله. ولی حالا دارم دوست دارم که آرایش نگم. دوست دارم من خارج از ایران که میرم اصلا یه ذره آرایش نمیکنم. حالا الان خارج از ایران هم با چادر میرفتین؟ بله. ولی الان دیگه واسه خودم دیگه دلم نمیخواد این کارو بکنم. من تا حالا برای این پوشش و مردمی که اون پوشش رو میدیدم، ولی حالا که اومدم اعلام کردم دیگه همه جا همینم. آره دیگه اونجا خودم بودم با اون پوشش، اینجا خودم هم با این پوشش. این حرف میخوام خودم باشم مثل که خیلی تو مغز. دوستان بالا چی کار کردن؟ کدوم بالا؟ بالایی که تماس میگیرن و اینا. کدوم بالایی؟ نخواستنتون هنوز احضارتون نکردن جایی؟ حالا احضار کنم احضار نکنم، یعنی تو این دو سه روزه اتفاق نیفتاده؟ هنوز نه، ولی به هر حال من کار خودم رو کردم، به خواسته خودم احترام میذارم. امیدوارم که بقیه هم مخالف و موافق به خواسته دیگران احترام بذارن. یاد بگیریم، یاد بگیریم که دیگران بابا فکر کردن راجع به یه چیزی دارن یه کاری میکنن، قرار نیست همین آدم ها کاری رو بکنن که ما دوست داشته باشیم. اگه اینجوری باشه من هر روز باید خودم شبیه عرسک خیمه شب بازی بکنم، ببینم کی چی دوست داره کار اون انجام بدم. اون فوش میده، اون پشت اون فوش میده. اصلا این فوش دادن رو من نمیفهمم. فرهنگ ما یه عمری ما نشون میدادن ما رو، بابا ما یه تاریخی داریم، یه سبقه‌ای داریم، یه مردمی داشتیم که همیشه مثال زدنی بودن. کجان این مردم؟ چه بلایی سرشون اومده؟ این چه ادبیاتیه؟ آقا یه خانم یه بچه، قبلا الان میگن که خانم‌ها نرن توی ورزشگاه، ولی وقتی خانم ها میرن خب یه فضای احترامی تقریبا اونجا حاکم میشه، خیلی فوشار نمیدن، خیلی احترام میزن. حالا به هر حال فکر کنن تو هر صفحه ممکنه 4 دختر 4 جوان برن، خیلی حرفا و ادبیات رکیکی. حالا مدیر برنامه من خیلی جا لطف میکنه پاک میکنه، ولی اگه پاک نکنه شما فکر نکردین با این کلامتون فقط خودتون آروم میکنین؟ فقط همین مهمه که خودتون حالتون خوب بشه. دمتون گرم. اگه با این کار حالتون خوب میشه ادامش بدید. یه موضوعی که وجود داره اینه که حالا این اتفاقی که افتاد، اولا که خودتون دوست داشتین رسانه‌ای بشه؟ اصلا رسانه‌ای نکردم تو صفحه خودم. ببینید من نمیخواستم که عکس من یه دفعه توی صفحه در بیاد که ای این فلان موجی چادری رفته کنسرت بدون چادر. آقا دلم میخواسته برم کنسرت دیگه. گفتم از امروزی که رسما مردمی که منو میشناسن، یا به قول بعضی از این بچه‌ها اصلا این کی هست، همونی که میگن کی هست منو فالو میکنن، بچه‌ها میگن کی هست، همین آدمی که کی هست اومده رفته اینجا 4 عکس میگیرم و میزنم آقا این همونه که این کارو کرده. من نمیخواستم قبل از انتشار عکس این کارو کرده بودی؟ هیچ وقت. تو کنسرت جایی هیچ که گفتی؟ هیچ وقت. زمانی که تصمیم گرفتم که این فرم جدید رو که مردم منو میبینن، ممکنه 2 از کل این جمعیت منو بشناسن، باورشون بهشون لطمه نخوره، قبلش تو صفحه خودم گذاشتم، گفتم از امروز میخوام این فرم باشم، دروغی هم ندارم، پوشش نمیخوام ادعایی هم بکنم. اگر اون فرم رو هم داشتم با همه احترام که به اون پوشش داشتم، فقط صرف احترام به خانواده همسر گذاشتم بوده. 7 که جدا شده بودم باز به هوای اینکه ممکن بود دوباره برگردم به فضای تلویزیون و ممکن بود دوباره منو بخوان تو اون چارچوب ببینن، احترام به اون مخاطب میذاشتم. 7 صبر کردم. ولی الان دیگه خبری نشد. گفتم آقا میخوام خودم باشم. حالا من میخوام ببینم آیا من مثلا چادر رو با وجود اینکه مثلا به همه پوشش ها احترام میذارم، حالا انتخاب کردم، کسی اومد بر من تشویق نامه آورد، کسی اومد به من بگه آخ مرسی چقدر کار خوبی کردی، نه. ولی الان چجوریه که وقتی خودم میگم آقا من میخوام این باشم از این به بعد، هیچ کار خلاف شرعی هم انجام نمیدم، ولی انقدر حجمه داره اینو نمیفهمم. خانم صفوی زاده کار انقدر حساس شده و بالا گرفته که خانم مسیح علی‌نژاد که یه جریانای سیاسی دارن که ضد نظام هستن، مثلا حالا کمپین دختران خیابون انقلاب و چهارشنبه سفید، همین چیزایی که راه میندازه، الان سوء استفاده تبلیغاتی کرده به نفع کمپین خودش و دعوت کردن مهناز افشار، ترانه علیدوستی که به الهام صفوی زاده بپیوندین. حالا که ایشون کشف حجاب کردن اینجوری شده، شما بیاین جلو
اصلا داستانش چه؟ شما اوکی این با ایشون؟ اولا مرسی از این که، یعنی مرسی نمیدونم درسته با بگیم، یعنی بگیم تشکر میکنیم از این که یه روزی به ما گفتن نگی مرسی. ولی برای من جالبه چه داخل چه خارج چجوریه که بعضی از آدم ها از آب گلالود ماهی میگیرن. این یه ایده شخصی من بوده، من پاش وایسادم، همه جوره کاری بوده که دلم میخواسته بکنم. نه دلم میخواسته که تو هیچ حزبی، هیچ فرقه، هیچ کجا، من اصلا آدم سیاسی نیستم. که همون که وقتی من وارد سازمان شدم، خب من شروع کردم به کار برنامه سازی، نوشتن، تهیه کنندگی، صدا برداری. و زمانی که قرار شد بیام جلوی یه دوربین، مادر من، خب میدونی که ناهید تاجنیا گوینده خبر، بله، جمله معرفشم ساعت 14 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران، به من گفتن بابا من تو خبر اصلا همه چی دست من، بیا اینجا کیف میکنی. گفتم من اصلا آدم خبر نیستم، اصلا سیاسی نیستم، یه دونه خبر گوش نمیکنم، من فقط خلاصه خبرها رو مثلا میگم یکی به من تعریف کنه، بگم من حسن نمیشتم گوش بدم. بنابراین چه ایشون چه هر کسی دیگه ای که هر ایده ای داره برای خودش داره، هیچ ربطی به من نداره. من کار خودم رو کردم، رو حرف خودم هستم، تا آخرشم رو حرف خودم میمونم، چون کار رو که دلم خواسته کردم. دلم نمیخواست هیچ برداشته بشه از آب گلالود، دوست ندارم کسی ماهی بگیره. حالا اگه تلویزیون به شما دوباره پیشنهاد همکاری بده قبول میکنید؟ بگن آنتن بهتون میدیم ولی باز دوباره با چادر؟ نه. حالا نمیشد اصلا کلا این اتفاق رو رسانه‌ایش یعنی عکسش هم نمیذاشتین؟ چرا؟ با همون سبک زندگی میرفتین جلو؟ کدوم سبک زندگی؟ هم با اون پوشش چادر، با پوشش چادری که پوشش من نبود. درست. به احترام بچه‌ای که هنوز نمیتونه تجزیه تلویه، بچه 10 سال، من دخترم وقتی جدا شدم 10 سالش بود. درسته. تصور کن اگه اون موقع من میذاشتم دقیقاً زمانی که میخواستم جدا شده بودم. خب این چادر چیزی بودش که من از خانواده، به خاطر خانواده همسرم گذاشتم سرم، به احترام اونا. همزمان اگه برمی‌داشتم کلی حجمه میمد سراغ این بچه، این بچه درک نمیکرد. درسته. الان یه دختر 17 سال است، خودش میگه مامان هر کاری که دوست داری بکن. وقتی هر کاری که دوست دارم بکنم، خب اونجوری که از قبل از اینکه ازدواج بکنم که همین فرم بودم و ازدواج نکرده بودم رو ادامه میدم. من کار خلافی نکردم. پس باور مردم چی میشه؟ باور مردم مقدسه. هر چی که از دوستش دارم بهشون احترام بذارم، کمان که دوستم اونام به باور من احترام بذارم. اونا دوست دارم، من قرار نیستش که جوری زندگی کنم که اونا خوشحال باشن، ناراحت میشن. اصلا واسه چی میام به پیج من سر میزنم؟ برم به پیج کسایی سر بزنم که خیلی احساس خوشم. اتفاقا یه عده‌ای میگفتن اصلا چادر سر کردن تو توهینه به نمیدونم تقدسات ما، مقدسات ما. خب اصلا خیلی بهتر دیگه، دیگه من به کسی هم توهین نمیکنم، الحمدلله رب العالمین، ما اصلا اهل توهین نیستیم. ولی بذار دوستان من هر چی دلشون میخواد توهین کنن، اگه حال خوبی بهشون دست میده. نه این که اصلا کار پسندیده نیست. من اینو نمیفهمم، دو تا چیزو من نمیفهمم، یکی قضاوت و اینکه انقدر مردم براشون قضاوت مهم شده، بلافاصله تا یه نفر میره پشتش دیدی اینجوری، این چه فرهنگی ما داریم؟ من خیلی دلم میخواد رو این زمینه کار بکنیم. ما یادمون میره که من یک موجودیه که داره زندگی میکنه، این آدم به دنیا پالس میده، پالس مثبت، چقدر میتونه عشق بده، چقدر میتونه مهر بده، چقدر میتونه دوستی بده. برعکسش زمانی که شما تنفر میدی، کلام زشت میدی، آهنگ ناخوشایندی رو از خودت منتشر میکنی، چقدر پالسش به خودت برمیگرده؟ حیف نیست؟ من به نظرم عیفه که آدم وقتی من توی مملکت زندگی میکنه که مردمش برعکس خیلی از کشورها وقتی یه بلایی خدایی نکرد سرشون به همه میریزن، خیلی کشور میگن به ما ربط نداره، من مشکل اونه، ولی مردم میریزن دورش. پس من وقتی کسی از ایران میره دلش پس همین چیزای ایران تنگ میشه. حیف نیست این مردمی که همیشه مثل کوه پشت هم بودن اینقدر پشت هم زیبا خالی میکنن این روزا؟ آره مشتی شدن اصلا دیگه، میزنن میترکنن. من نمیفهمم. یه سوالی از بین همکارای سازمانی که با شما سالها در واقع دوست بودن و همکار بودن، کدومشون مجبورن الان در واقع چادر سرشون کنن؟ مثل حالت شرایطشون مثل شماست؟ نمیدونم، من خیلی نمیشناسمش. نمیشناسی؟ نه. خودتون کی شوکه شدین؟ یعنی از چه اتفاقی مثلا تو این سالهای اخیر که دیدین مثلا یه آدمی یهو مثلا تغییر رویه داد یا اتفاق عجیبی افتاد؟ کلا ببین یه چیزی الان سالهاست، از زمانی که جدا شدم تقریبا، علامت تعجب بر من معنی نداره، چون ممکنه هر کسی هر کاری بکنه بپذیریمش. علامت تعجب معنی نداره. آدم‌ها هر لحظه ممکنه هر کاری بکنن که اون لحظه فکر میکنن فکر درستیه، بپذیرمشون. به خاطر شهرت زیادتون شما جدا شدین؟ من اصلا شهرت زیاد نداشتم که اون سالایی که رو آنتن تلویزیون بودین. من
دقیقاً اون سالایی که خیلی به لطف خداوند دیده می‌شدم سالایی بودش که هنوز بچه دارم نشده بودم. و بعدش که من بچه دار شدم، بعد 7-8-10 سال بعد از بچه دار شدنم جدا شدم. ربطی نداره. علت ممنون تصویریتون هم به ما میگین؟ شخصی بوده، یعنی سه خانوادگی بوده. آها، یعنی چیز از اونجا دیگه خود سازمان گفتن کلن کات. بله. الان آینده رو میخواین چی کار بکنین؟ یعنی زندگی. کاری که دارین؟ اصلا به کار فکر نمیکنم، به الان فکر میکنم. چرا؟ فکر این همه تجربه، این همه توانایی؟ این لطف شماست. من فکر میکنم من خیلی تجربه دارم تو هزار تا حوزه، ولی اینکه کی از چی استفاده بکنم دیگه بستگی به اون موقع داره. من الان رسیدم به اون جایی که میگم که اون حول حالنا الی احسن الحال مال الانه. من حال الانم باید خوب باشه. حالا ممکنه الان یه تصمیم بگیرم که الان حالمو خوب بکنه. قرار نیست فردا بشنم بگم آی دیروز دیدی این تصمیم، کاش که من این کارم. نه، به تصمیم گذاشتم، به تصمیمایی که میگیرم احترام میذارم، برام مهمه. من الان دوستم حالم خوب باشه، الان حالم خوبه. خدا رو شکر. از صدا و سیما بعد از اینکه در واقع شما ممنون تصویر شدین، هیچ کامنتی، هیچ درخواستی که با هم همکاری بکنیم دوباره؟ من فقط از صدا و سیما یه سوال دارم. اول اینکه خیلی دلم میخواد که فیش حقوقی من یه روزی منتشر بشه، البته من ساماندهی‌ام. خیلی از دوستان تو این کامنتاشو میمیسن آوی به خاطر پولاوی بوده، که اولا سازمان هنوز بدهکار به خیلی از همکاران ما، که همان که به خود من. من آخرین رقمی که از سازمان گرفتم سال 90، قبل از اینکه دیگه روی صحنه دیده نشم، برنامه 25,000 تومان بوده و در هفته دوتا برنامه میرفتم، در ماه میشده 8,200,000 تومان. قطعا با این پول من میلیاردر شدم. آفرین بر شما با این حساب کتاب درستتون. و خدا وکیلی اگه خانواده من به لطف خدا که نیاز مادی نداشتن و منو حمایت نمی کردن، منی که متولد سازمان صدا و سیما هستم، آیا من کدموجگری رو جای دیگه یاد گرفتم؟ من توی این سازمان یاد گرفتم. آیا باید منو رها می کرد؟ من کجا باید درآمدی می داشتم؟ کجا؟ من تمام تجربم روی صحنه بوده، حالا من حذف میشم، کجا باید برم پول در بیارم؟ به من جواب میدین شما؟ استیج نمیرفتین؟ خب البته حالا درسته که صدا و سیما رقم کمی میداده، ولی خب شهرتتون و حالا حاشیه هایی که از قبل شهرت اتفاق میفته قطعا پول خوبی بوده. به هر حال اونقدی نبوده که مثلا شما بخواین از قبلش به جایی برسین. برنامه‌ای بوده که در حق دید. تازه اونم ببین، کسی که روی آنتن صدا و سیماست، خیلی از بچهای ما، همکارای ما، خانم ها خیلی نه، ولی آقایونی رو میشناسم که به واسطه این کار الان توی روابط عمومی هزار جدان هزار فعالیت میکنن و رقمی که رو استیج میگیرن با توجه به اشاره‌ای که به اون برنامه میکنن، با من فلان برنامه رو اجرا میکنم از نمیدونم 7-8-10 تومن تا 25 تومن هم حتی رفته رقمش. ولی من رقمم همون رقمی بوده که از قبل حفظ کردم، چون فکر میکنم یه چارچوبی داشته باشه، خیلی هم نه خیلی بیش نه خیلی کم. ولی الان بیشتر اونهای اومدن دنبال من که من براشون کار کردم، کار منو روی صحنه دیدن، با وجودی که هزار تا از دوستان رو آوردن باز اومدن سراغ من، و این برام مقدسه، این برام ارزشمنده. البته که میزان در واقع درخواستا واسه اجرای استیج شما خیلی میره بالا دیگه. نمیدونم، خیلی راجبش فکر نکردم، اصلا به اینش فکر نکردم. خبرو با حواشی که اخیرا پیش اومده فکر کنم خیلی... همه چی ممکنه پیش بیاد. آدم باید فکر کنه ببینه که اون لحظه، تو اون لحظه چه تصمیمی میگیره. هر چیزی ممکنه پیش بیاد، اون لحظه مهمه. حالا ممکنه شما اون روزی که مثلا یه پیشنهاد جدید بهتون بشه حالتون خوب نباشه، هم بهتر پیشنهادم رد بکنی. بله، من و شما که تیرمایی هستیم دیگه، آره، میدونین دیگه تیرمایی چجوریه. حالا بدیه متاسفانه. آره دیگه، من یه دفعه مثلا میبینم یه پیشنهاد خیلی خوبه، به لحاظ اینکه اصلا اون مدل صحبت کردن اون آدم رو خوشم نمیاد، اصلا کلا ردش میکنه. درست. حالا یه پیشنهادی تو زندگی شخصیتون بشه قبول میکنید الان؟ از چه لحاظ؟ ازدواج دیگه مشخص. خب اینم چیز شخصیه دیگه، آدم نمیتونه که فکر کنه و ببینه چه پیش میاد. در لحظه، یعنی گاردی ندارین روش؟ بستگی داره، همه چی بستگی داره به حال اون موقع. بهش فکر کردین از قبل؟ نه، که بخواین دوباره؟ دلم نمیخواد، بخاطر اینکه من دختر دارم. باشه، به هر حال تا زمانی که دختر من جدا و مستقل نشه دلم نمیخواد این اتفاق بیفته. به هر حال یه دختر دیگه، دلم میخواد که من مادرشم، یه جوری هم پدرشم هستم، چون من همه روز، همه لحظه ها و همه آنها در کنار دخترم هم و با همه وجودم عشق و انرژی بهش میدم. و تنها چیزی که برام مهمه اینه که
من که قرار نبوده که 10 تا بچه داشته باشم، همین یه دونه رو درست بزرگ کنم، همین یه دونه رو سالم تربیت کنم، همین مادر خوبی باشم و بیشتر از مادر بودن دلم خواهد رفیق خوبی واسش باشم. دلم میخواد اولین نکته که میگه به من بگه تا بره به دوستش بگه. درسته. و خدا رو شکر محقق شده. قطعا میتونه یه یادگاری تقدیم دخترتون بکنین، یعنی یه جمله بگین که اگه 10 سال دیگه هم این ویدیو رو دید، این یه پیام شخصی عاشقانه و مادرانه باشه از طرف شما به خودش. کیانا جون خودت باش، میدونی که من به چی معتقدم. من هیچ وقت راجع به انتخاب رشتت، راجع به دوستات، راجع به طرز فکرت، هر چی که هست چیزی نگفتم و دوست دارم که خودت برسی به اون جایی که خودت انتخاب کنی. من به انتخاب تو احترام میذارم، بهترین رو برات آرزو میکنم. خیلی هم خوشگل. الان عرصه اجرا تو تلویزیون چجوری میبینید؟ به نظرتون ما ستاره داریم نداریم؟ من نمیرم. تو خانوما هیچی نمیبینید؟ اصلا نمیرم. من 7 ساله که تلویزیون نگاه نمیکنم. اینقدر قهرین باش؟ اینقدر قهرم. واقعا هیچ برنامه نمیدید؟ تحویل سال جالبه که هیچی. جام جهانی نمیدید؟ هیچی. ماهواره یه موقعی توی کافه ای که بودیم برنامه دوره هم دیگه نشستیم دیدیم. نه اون بار نگاه میکنم نمیدید، اصلا کلن تلویزیونی نیستم. از کی بیشتر دلگیرین تو این حوزه ممنوع تصویریتون؟ بماند. حالا دیگه نماند، 7 سال شد دیگه، بذار بماند. همه حرف آدم بذار نزنه، بعضی حرف اینقدر ظلمش زیاد بوده اون طرف کوتاه نیامد. اصلا مهم نیست، مهم اینه که الان حالم خوبه. حال آدمو از همه چی مهمتره. آره اون موقع چه جوری بود حالتون؟ خیلی بد. ولی الان خیلی خوب. خیلی اوقات خیلی از رخدادهای تلخ زندگی موجب میشه که آدم یه بال جدید در بیاره. بالی برای پرواز، برای پریدن، برای پیدا کردن یه راه دیگه، برای پیدا کردن خودش. من قبل از این 7 سال شاید یه آدم خیلی متکی بودم، خیلی کارا رو بلد نبودم. فکر میکردم همه چی اینه که آدم هیچ چیزی واگذار کنه. الان همه کار خودم میکنم، مرد زندگی خودمم. واقعا نمیفهمم، یعنی من اصلا اصولا خب چون دوران کودکیم هم ایران بزرگ نشدم، کلا خیلی زن و مرد نمیفهمم. بعد اتفاقا این سوء برداشت میشه واسه خیلیا که اینجوری فکر نمیکنن. بله. چون مثلا میگن ای این چرا به ما خندید؟ چون مثلا از زمانی که صدا و سیما میرفتم، وارد سازمان که میشدم، با اون دوستی که چای می آورد خیلی محترمانه تر رفتار میکردم تا یه مدیر کل، چون میز و سمت امروز و فردا، ولی انسانیت که امروز و فردا نداره، آدم ها که امروز و فردا نداره. من واسه آدم ها ارزش قائلم و خیلی متاسفم واسه انسان های نازنینی که ممکنه مخاطب ما باشن و اینقدر آدم ها رو بد قضاوت میکنن. من فقط میتونم بگم براتون متاسفم خیلی. خانم صفوی‌زاده چند بار رفتین توی سازمان که خواهش کردین که منو برگردونین ممنوع تصویر؟ هیچی؟ هیچ وقت. پشت در هیچ وقت. اتاق هیچ مدیری؟ هیچ وقت. گفتن ممنوع تصویر و تمام. شما اومدین خونه؟ بله. چقدر طول کشید که از سرتون بیفته؟ 7 سال. هر یه ما من میگفتم آقا مثلا به من وا پیشنهاد داده وایس آف امریکا، بیرز پرژیا، من به من حتی گفتم با روسری بیا اینجا اجرا کن. گفتم نه من میخوام برگردم کشورم، مادرم پدرم اینجاست، من همه زندگیم اینا، من و تو، حتی جم. ولی من گفتم آقا من تو این سازمان بزرگ، هی به من میگن یه ما دیگه، دو ما دیگه، سه ما دیگه کار درست میشه. خب چه بهتر که من جایی که از اونجا متولد اونجام کارم ادامه بدم. امید داشتین که برگردین؟ امید داشتم، ولی وقتی به من زنگ زدن گفتن آقا کار درست نمیشه، گفتم خدا عمرتون بده که بالاخره به من گفتین و منو رها کردین. من باز هم میگم با احترام به همون پوشش که خودم انتخابش کردم، خودم میخواستم، من خودم انتخاب کردم که چادر داشته باشم به خاطر اینکه یه عزیزی رو که کنارم بود خوشحال کنم. حالا هر کی میتونه، هر برداشتی احترام گذاشته بود. من به خانواده‌اش و خودش و به حرفش احترام میذاشتم تا زمانی که باش زندگی، و بعد از اینم که جدا شدم باز احترام میذاشتم به اینکه اگه یه روز بخوام برگردم و دوباره دیده بشم، دختر من کوچولوئه، هنوز نمیتونه تحلیل بکنه این ماجرا رو، بذار تا زمانی که چیزی اینو داشته باشم. و وقتی که دیگه الان 17 سالش، من برای چی باید اینو داشته باشم؟ با همه احترامی که به اون پوشش و این پوشش، اصلا به همشون احترام من میذارم. بهترین پیشنهادتون رو کدوم شبکه بهتون داد و با چه دستمزدی؟ من بهترین برنامه‌هایی رو که اجرا کردم، دلچسب‌ترین برنامه‌ای که از همین بی بی سی نا میگم، من و تو بی بی سی. بی بی سی پرژه خیلی خوب بود. چند سال پیش بوده؟ دقیقاً 5 سال پیش بود. رقمشو برای نمیگی؟ نه. زمانی بودش که دقیقا تازه چیز شده بودم، بعد خیلی هم میدونی آدم وسوسه میشه، ولی گفتم آره. نه برای چی، من
بچه اینجا، من بچه این سازمانم، قطعا مگه میشه منو ول کنم، من بچه این سازمانم؟ بعدم نه اصلا میشه، بعد خوبم ول میکنم، خوب ول میکنم، رها رهای رها ز چون و چرا. به هر حال ما به داده حق همیشه رضاییم. و زیرا بهتون رو زده بودن تو سازمان؟ نه، خب موضوع انقدر حاد بوده که بیخیال نمیشدن؟ نه، یه نفر یه عزیز دلی دوست نداشته که من اونجا باشم و هنوزم هست اونجا. بله آخه بله، خوشحال باشه، کاملا سلیقه‌ایه دیگه. بله یا دوست ندارم ایشون کار کنه، دوست ندارن، ما هم کار نکردیم و خوشحالم الان. و چقدر خوشحالم، و چقدر خوشحالم. واقعا حالتون الان خوبه؟ خیلی حالم بهترین حاله، چون انتخاب خودمه، به انتخاب خودم احترام میذارم. حلالش میکنین اون کسی که دوست نداره شما تو سازمان باشی؟ آره، آدم تا نبخشه راحت نمیشه. نه اینو که دیگه نمیشه بخشید، یعنی با آینده و کار و زندگی شما بازی کرده. تو نبخشم تا آخر عمرم رو مغزمه. این که میمونه، ما تیرماییا که میدونین چجوری که میمونه، الکی میگی میبخشیم. یعنی عاشق اون تیرماییایی هم که میفهمن دقیقا من چی میگم. تیرماهی ها متاسفانه اصلا تمام وجودشون عشق و مهره، به همه عاشقانه مهر میورزن، کم ناراحت میشن از دست، ولی آخ که اگه این دله بشکنه بد میشکنه. پس حلالش نمیکنید دیگه؟ نه نه که حلالش نکنم، ولی نمیتونم باش فکر میکنم، انشالله بتونم ببخشم. نکته که وجود داره خیلی بهش اشاره کردن اینه که میگن الهام صفوی زاده نونشو به نرخ روز میخوره. آخ آخ، هر کسی هر جور بخواد برداشت کنه به من ربطی نداره، من کار خودم رو کردم با احترام به همه نظرها، همه دیدگاه، همه عقاید، همه مخالفین، همه موافقین، همه من آقا خودمم، خودم اون موقعم که چادر سر میکنم خودم بودم با پوشش چادر، آقا من خودمم. چقدر این جمله عجیب و غریبه، یکی با زیر شلواری و رکابی منو تگ میکنه که من خودمم. چقدر بده که ما همه چی و نگاهمون رو انقدر یک سویه داریم. چرا؟ چرا؟ نمیفهمم، ما عوض شدیم، ملت ما این نبودن. مثلا ببینیم کمپین را بنازیم به عنوان هشتگ خودت باش. چقدر خوبه که آدم ها خودشون باشن. آره. چقدر خوبه که آدم ها یاد بگیرن واقعا خودشون باشن. یه عده به من میگن چرا نقاب زدی؟ این نقاب رو برداشتی الان؟ نه من نقابی نزده بودم، من کسی نمیخواستم گول بزنم، من فقط برای خانواده خودم، حرمت زندگی سابقم، حرمت بچم، حرمت اونایی که منو اینجوری دیده بودن، این رو نگه داشتم به سختی. بله من این من همه خانواده هم میشناسن، من یک نفر از خانواده خودم که همون که خیلی هم میپرسن ای تو که مادرت اینجوری نیست چرا چادر سریم، لابد میخواستی به موقع کدوم موقعیت، یه موقعیت رو بگین که من بهش رسیدم، یا یه درآمدی که من بابت مثلا چادر سر کردنم یه تشویق نامه گرفتم یا یه اتفاق بقرنجی برام شکل گرفته. هیچ هیچ هیچ، فقط کاری رو کردم که دلم خواسته، خودم هم پاش وایستادم، حالا هم کاری رو کردم که باز خودم میخوام. ولی قبول کنید که اگه دوباره تلویزیون به شما پیشنهاد میداد و میرفتین رو آنتن، باز با چادر میرفتین؟ قبل از اینکه این تصمیم بگیرم آره، ولی الان دیگه نه. خب دوباره حالتون خوب نبود اونجوری، مجبور بودین با اون چیزی که دلتون نمیخواد دیده شه؟ تو تمام این مدت اگه بخوای اینجوری حساب بکنی حالم خوب نبوده، چون من اینجوری اینم، من همینم، منتها اون پوشش رو برای حالا حفظ حرمت بیننده یا خانواده اون نگه میداشتم روی این. آیا حجابم رو برداشتم؟ نه نه نه، پس به مردم هم حق بدین که کامنت بیان بزن یا عصبانی شر. نه ببین، اصلا کامنت گذاشتن عیب نیست، من اگه اینجوری کامنتام میبستم، کامنت رو باز گذاشتم که ببینم مردم چه دید. فقط من از یه چیزی تعجب میکنم، چرا آدم ها توی مملکت من با فرهنگ من تو آداب من جوری صحبت میکنن که انقدر زشته که من خجالت میکشم بگم دخترم بره اون سفر نگاه کنه. چرا؟ چه بلایی سرمون اومده؟ من اینو نمیفهمم. وگرنه هر کسی مخیر هر جو که دوست داره فکر کنه، هر جو که دوست داره حرف بزنه. آدم ها نشون دهنده کلامشون، نشون دهنده طرز تربیت خانواده شونه. آدم ها رفتارشون نمایانگر اون چیزاییه که بهشون تو خانواده آموزش دادن. خب اگه اینقدر زشته چرا خانواده شون اینقدر وقت نذاشتن واسه اینا؟ چرا اینقدر کلام زشت؟ چرا؟ مگه ما با هم دشمنیم؟ مگه ما، من خودم همه مردم رو دوستشون دارم، حتی دشمنام هم دوست دارم. چرا اینقدر قبیح؟ چرا اینقدر وقیح؟ چرا اینقدر کلام زشت؟ چرا انقدر بی ادبی؟ من زمانی که یه دوره اون پیج قبلیمو داشتم، وقتی که لایو میگفتم، یه عده مدن شروع میکنم فوش، اصلا چرا
اینو نمیفهم چه لذتی میبرن. اصلا آدم حاشیه سازی بودین. اصلا چه لذتی میبرن آقا وقتی فوش شما میدی، یعنی میخوای جلب توجه بکنی به طریق منفی. نمیتونه کسی جور دیگه جلب توجه بکنه، حتما باید فوش بده، همه دیدگاه رو بره به سمت خودش با کلام بد. همین ما مردممون متاسفانه خدا کنه یاد بگیریم نردبون از زیر پای دیگری بر نداریم، خودمون با نردبون بسازیم بریم بالا، خودمون کسی نکشیم پایین. چرا یکی رو میبینیم موفقه زیرا بشو نزنیم، خودمون روش کنیم. مگه ما نمیتونیم؟ هر کی کلی استعداد درونش هست بیه نوبهی کشفش کنه، مگه سخته؟ بخوایم یه چیزی من از شما میپرسم واقعا از ته دلتون جواب بدین. خب مگه اونای دیگه از ته دلم؟ نه این خیلی چیز داره. خب. واقعی 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 این که بزرگترین حسرتی که به دلتون موند از تو حوزه کارتون چیه؟ حسرتی ندارم. یعنی واقعا دلتون نمیخواد الان شما مثل مجری دیگه رو آنتن باشین؟ اصلا. با مردم صحبت بکنین؟ من با مردم تعاملمو بیزینستون رو بکنین؟ بیزینسی نمیکردم که بخوام بیزینسی بکنم، من مردم رو دوستشونه. من ببین یه عده هستم، من بارها اینو گفتم، این که رقود بودنتونه، اینی که من میفهمم. گوش بده ببین، اصلا ببین، من زمانی که من مجری شدم زمانی بود که به اصرار مادرم باز اومدم تست دادم. من اصلا آدم این کار نبودم. هی مادرم گفت تو استعداد این کارو داری، من میفهمم به زور. یعنی خیلی ها هستم مثلا من میبینم میگم وای خانم تو رو خدا ما چجوری بیام. حالا بعد میگم خانم مثلا شما صداتون شاید درجه، آدم باید یه آنی داشته باشه، اون آنه رو مثلا نمیتونم بهشون بگم شما نداری. میگم خب بعد یه خود بیشتر کار کنی، یه خود بیشتر تمرین بکنین. حالا به لطف خدا ما یه آنی داشتیم اون موقع انجام شدش این کار، ولی من عشقی به این کار نداشتم. من اساسا پدرم یه هدیه به من داد، همون هدیه که شما الان به دخترم گفتین هدیه بدم. بله. به من گفت اگه خواستی رفتگر باشی یه جور رفتگرش که نشونت بدم، میگن این رفتگر خوبیه. اگه قرار شدش که کارمن بشی بذار زبان زد باشه رفتارت، اگه قرار شدش که هر چیزی در نهایت من که نمیدونم تو دنبال چی میشی ولی بهترینش باش. بله. مثال زدنی ترینش باش، هر چیزی که هستی. و من خیلی دوست دارم که دوستان متوجه این باشن که کار هر چی که باشه منزلت داره. مهم نیست که کی چی کار میکنه، من به نظرم اون راننده تاکسی، اون کسی که زمین رو پاک میکنه، اون کسی که با شرافت پول در میاره، انقدر این کارش منزلت داره که شاید صدها برابر اون کسی که میشنه پای میز خیلی بزرگ، خیلی آدم گنده ای هم ممکنه باشه، میلیاردر هم باشه، با یه تلفن یه پولی رو جابجا میکنه. بله. به نظر من احترام منزلت اون کار خیلی بالاتره، چون اون با همه وجودش داره برای خانوادهش زحمت میکشه. کار منزلت داره، خدا کنه اینو بفهمید. الان شما چند سالتونه؟ 48. 48 سال. دو تا اتفاق افتاده، پس اینکه به اجبار مادرتون اومدین توی این کار. بله. دلتون نبوده؟ آره دیگه، چون من کلن کارهای اونور صحنه رو بیشتر داشتم، مثلا صدا برداری میکردم، تهیه کنندگی میکردم، نویسندگی، بودو بودو دیگه. من اینه میدونی کودک درونه من بیش فعاله، یعنی اصلا آرامش نداره، نمیتونم بشینم یه جا. بعد احساس میکردم که من یه چیز جالب واسهتون بگم. چند وقت پیش آقای روزبه بهمانی رو دیدم، بعد ما یه برنامه داشتیم اون موقع تصویر زندگی شبکه دو. بله. این محمد قنبری به من گفت آقا برنامه خوب، من اصلا نمیدم شبکه دو، برنامه خوبیه، تو میشینی این ور روزبه میشینه اون ور اینا. بعد خیلی بعد یه هفته گفتن روزبه نیاد. چرا؟ چون برای یه عده شعر میگفت که خوب نبود، خیلی بد بود. بعد واسه همین ما اومدیم این، بعد این مدت دیدیم همدیگر رو، گفتش که من یه سوال برام پیش اومده، شما وقتی برنامه اجرا میکردی هی همه میگفتن پات پات، این جریان پات چیه؟ گفتم آها، توی صدا و سیما پا انداختن رو پا مشکل بود. من تو گوشی، من آدمیم که با دستم حرف میزنم با پام حرف میزنم، و پام که رو پام نباشه آرامشه. هی تو گوشی میگفتن پاتو بنداز پایین، یعنی من بعد دائم پام میذاشتم پایین، دوباره حواسم نبود میگذاشتم بالا، دوباره تو گوشی میگفتن پاتو بنداز. حالا من نمیدونم این پا رو پای من گذاشتن چقدر در جامعه آسیب ایجاد میکرد که دائم تو گوش من میگفتن، حواس منو پرت میکردن، دستتو تکون نده. بارها من از نظارت نامه داشتم اون موقع که چرا پات رو پات بده، چرا دستتو زیاد تکون دادی، چرا خندیدی. عنوانشون چی بود؟ میگفتن درست نیست. آها درست. بعد نکته دوم که حالا اون که اجبار بود که شما بیا اینجا کار بکنید، و اینم اجبار بود که پوششتون باید چادر باشه. نه اجبار که نه، اجبار که فقط به احترام بود. یعنی همسر من به من گفتش که اگه تو بدون چادر بری آبرو عزت من میره، چون خانواده من از روز اول که تو اومدی به خاطر احترام من تو چادر سر، وقتی تو رو ببینن چادر نمیذاری اصلا بی احترامی میشه به اونا. باید با چادر دیده. خیلی سخت. چرا نزدین زیر همه چی کلا؟ من که دوستش داشتم. آها. آدم وقتی ازدواج میکنه طرف دوستش داره که باشه ازدواج میکنه، بعدن هی مال ناملایمت پیش میاد، حالا آدم اصلا فاصله میگیرن، ولی روزی که باشه ازدواج کردم دوستش داشتم و خیلی کارو به خاطرش کردم، اینم یه کارش بود.
خیلی عالی. من اسم چند تا از همکاراتون رو میگم، شما بی زحمت اولین چیزی که به ذهنتون میرسه راجبشون به ما بگید. خب شاید هم همکارتون هم نباشن بعضیشون. احسان علی خانی خیلی بچه خوبیه، خیلی خوشم میاد از برنامه های ماه مبارکش. امسال که حسابی اشک من رو در آورد. مخصوصا نمیدیدین که تلویزیونه که؟ نه چرا، ماه عسل رو میدیدم به خاطر اینکه لحظه افطار بود. قبلش میدیدم. من گفتم کلا دیگه تلویزیون خونه شما خاموشه. نه تلویزیون فقط به خاطر نه که برنامه، فقط به خاطر لحظه افطار. قبلش یه کمک های جمع میکردیم، یه 7-8 بودش که واسه مردم پول جمع میکردیم. آره خیلی برام جالب بودش این کار و پیگیری میکردم ببینم چقدر مردم کمک میکنن، واقعا اثر داره. و یه برنامه بودش که اونجا خیلی من تکون داد که یه زوجی رفته بودن توی روستا و من خجالت کشیدم از اینکه ای کاش من یه قدرتی داشتم، من این کارو میکردم. چرا یه انسانی مثل یه دکتر باید بره توی روستا برای اونا مدرسه بسازه و این همه آدمی که ادعای اینو دارن که ما خیلی تو کشورمون درآمد داریم، ال داریم، بل داریم، برای اینا کار نمیکنن. ما همه انتقادمون این بودش که قدیما چرا به مردم رسیدگی نمیشه. این چیزی که احسان علی خان به ما نشون داد این بود که الان مگه رسیدگی میشه؟ مردم خودشون ببرن. بله. همیشه مردم برن، همیشه کلا مردم، یعنی کلا فقط مردم دیگه. زلزله میاد مردم، آتش سوزی مردم، ساختن مدرسه مردم، فقط مردم هم دیگه. خب خیلی خوبه، درود بر این مردم شریف. نفر صبورن. نفر بعدی آزاده نام داری؟ دختر خیلی خوبیه، دوستش دارم. خیلی جنجاله عجیبی بپا کرده. من فکر می‌کنم آزاده یه ذره حاشیه سازی دوست داره. خودش در آره دوستش داره. ولی برام خیلی عزیزه و قابل احترام. الهام چرخنده؟ نمیشناسمش، همسرشو بیشتر میشناسم تا خودش رو. فرشید نبابی. آره چون ندیدمش خود الهام چرخنده رو، ولی همسرش رو بعد توی دوره همیای دوستان توی اکرانای مختلف دیدیم. چه قابل احترامی. حتما خودش هم واسه کاری که کرده دلیل داشته، احترام میذارم به ایدش. مجد لباسانی همکار خوبمه، همکار قدیمیمه، خیلی باز شناخت خاصی ندارم راجعش. صبرات یکی از دوستانی که از گلستان اومد همزمان با آقای احمدی، که ما سالها پیش با آقای مسعود احمدی برنامه گلبرگ رو کار میکردیم با وحید جلیلوند و چه روزایی داشتیم با مریم جلالی، چه حالی داشتیم. و بعد وقتی که صبا رو از گلستان منتقل کردم به اینجا، گفتم قطعا این گوینده کارش خوبه که آقای احمدی وایستاده پاش و همراهی کرده باش. به هر حال دوستش دارم. اتفاق جدیدی هم که براش افتاده، امیدوارم اتفاق میمون مبارکی براش باشه. چیه اتفاقش؟ همسرش آقای مانی. بله 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 بله. من اسامی افرادی گفتم که در واقع پوشششون و حجابشون چادر بود، در واقع می‌خواستم نظر شما راجع به اونا رو بدونم. اصلا من به پوشش یا غیر پوشش کار ندارم، من به روح آدم‌ها کار دارم. من فکر می‌کنم انسانیت غالب نمی‌شناسه. من فکر می‌کنم آدمیت شاید یه چیزی فراتر از انسانیته. ما به دنیا میایم که کلی چیز یاد بگیریم که آدم بشیم و خیلی تجربه میکنیم، کاش که ازش درس بگیریم. من آرزو میکنم که اتفاقای تلخ، اتفاقای ناگوار، اتفاقای خوب و رنجهایی که با آدم میرسه همه پایه‌ای باشه واسه ترقی و بهتر شدن آدم. خدا کنه که ازش یاد بگیریم ان شاء الله. خانم صفوی‌زاده مرسی که به ما افتخار دادین، این زمان رو بهمون دادین. من تشکرام بکنم از بچهای تی وی پلاس، از مسعود ساکی که فکر میکنم این روزا بیشتر با هم دارین کار میکنین. آره خیلی داره بهم کمک میکنه، کار مدیریت برنامه‌های منو داره. من قبلا شاید نگفتن خیلی برام سخت بود، الان دیگه راحتم میگم به ایشون بگین. ایشون من تو رو درواسی نه مثلا بچه رو که دیگه نه دیگه قشنگ به خودش برنامه‌مو داره، میدونه کی میتونم برم. اون موقع تو رو درس میگفتم وای فلانی زنگ زد نمیشه فلان، ولی حالا دیگه خیالم راحته. خصوصیت تیرمایی هست. نه نمیتونم. آره نه گفتم برامو سخته دیگه. یه تشکرم باید بکنم از هوم سنترو به خاطر این لوکیشنشون. چقدرم قشنگه. مدیریت خوبش و محسن آهنج رفیق درجه یکمون. امیدواریم ریاکشنای خوبی بگیریم. ان شاء الله. کلام آخر شما مردم و تمام. مردم عزیز ایران دوستتون دارم با هر ایده و هر عقیده‌ای که هستین. کار ندارم که چه جور قضاوتام می‌کنین، ولی امیدوارم یه روزی یاد بگیریم هممون، تمرین کنیم هممون و تلاش کنیم هممون که دیگران رو مورد آزار و تهدید زبانی قرار ندیم. یاد بگیریم آدم‌ها رو درکشون کنیم، پذیرشون رو ببریم بالا
و قضاوت نکنیم. ای خدا میشه؟ میشه یه روزی؟ دوستتون دارم. میشه. مرسی خانم. از شما مرسی. از شما ممنون. بهترین ها رو براتون و برای همه تیم ها آرزو میکنم و خیلی خوشحالم که دقیقا در تیر ماه اومدم جایی که یه تیر ماهی با هم گفتگو میکنه. اول تابستون اصلا با تیر شروع میشه دیگه. انشالله لحظات دلچسبی در انتظار همه شما مخاطبین دوست داشتنیتون باشه. با از همه همکارانتون متشکرم و برای همتون زیبایی آرزو میکنم. لطف کردید.